دوستان به قاعده دقت بفرمایید، تو در واقع به دنبال شکل مفعول و به دنبال مفعول تو و بعد فعل. این قاعده دوستان برای در واقع زمانی استفاده میشه که ما قصدمون رو از انجام یک کار بخوایم بگیم. مثلا به مدرسه میروم. خب به مدرسه میروم چرا؟ تا انگلیسی یاد بگیرم. خب این تا دوستان در واقع همون هست و انگلیسی هم که مفعول هست و یاد گرفتن رو هم که داریم، اما قبل از یاد گرفتن که لرنن هست بعد یه تو فقط اضافه کنیم. یعنی در واقع اتفاقا خیلی هم شبیه فارسی است، فقط برای اون تو ما معادل دقیقی پیدا نمی کنیم. بنابراین تا همون هست، انگلیسی مفعولمون هست، بعد تو و بعد فعل یاد گرفتن. خب دقیق بفرمایید دوستان، ایش گهه یعنی من میروم، این دی شوله من میروم به مدرسه، انگلیش تا انگلیسی تو لرنن یاد بگیرم. این در واقع انگلیش تو لرنن برای بیان قصدیه که داریم از انجام این کار. یا جمله بعد، به برلین میروم تا یک کار پیدا کنم، ایش فاره نخ برلین، ایش فاره نخ برلین، من به برلین میروم تا یک کار که میشه این اربایت تو فیندن پیدا کردنم که فیندن هست، بعد قبلش یه تو بیاریم تو فیندن، فقط قبل از فعل باید اینجا تو اضافه کنیم. ایش فاره نخ برلین، به برلین میروم این اربایت تا یک کار تو فیندن پیدا کنم. خب برابری دوستان از قاعده تو میتونیم استفاده کنیم برای بیان علت انجام یک کار. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.